برنامه جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد از وخیم‌تر شدن ناامنی غذایی در افغانستان هشدار دادند. در گزارش مشترک نهاد، افغانستان در میان 8 کشوری قرار گرفته که با ناامنی غذایی روبرو هستند. یافته‌های نهاد نشان می‌دهند که کاهش و قطع کمک‌های بشردوستانه در شماری از کشورها به ویژه افغانستان سبب ناامنی شدید غذایی خواهد شد. پس از افغانستان، کنگو، اتیوپی، هایتی، پاکستان، سومالی، سوریه و یمن کشورهایی هستند که جمعیت آنان با بحران شدید ناامنی غذایی روبرو هستند و پیش بینی می شود که در ماه‌های آینده شرایط زندگی آنان بدتر شود. همزمان با این، اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی گفته که برای رسیدگی به 114,000 تن که در نتیجه زمین‌لرزه‌های اخیر در هرات آسیب دیدند، به 93.6 میلیون دلار نیاز است. این نهاد افزوده که تنها 26% از مجموع این مقدار پول دریافت شده است. پیش از این نماینده و رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان گفته بود که در حال حاضر 15 میلیون تن در این کشور در تقلا برای پیدا کردن غذا هستند. این دو نهاد وابسته به سازمان ملل در حالی از ناامنی و افزایش فقر در افغانستان هشدار می‌دهند که با فرارسیدن فصل سرد زمستان نگرانی‌ها از تشدید بحران‌های انسانی در این کشور افزایش یافته است. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه می‌شیم با دکتر موسی اکبری، کارشناس مسائل سیاسی از بریکسن ایتالیا. آقای اکبری سلام و خوش اومدید به برنامه. هشدار دو نهاد وابسته به سازمان ملل در مورد وخیم شدن ناامنی غذایی در افغانستان چقدر واقعی و نگران کننده است؟ با سلام و درود و وقت شما بخیر و همچنین سلام و درود خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین از کربلا. در خصوص این موضوع نگرانی های نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی غذا و سازمان کشاورزی کاملا جدی است، زیرا این نگرانی ها مبتنی بر واقعیت موجود در افغانستان است. آنچه را که شما در افغانستان اکنون مشاهده می کنید، پس از سقوط نظام جمهوریت که 2 سال و چند ماهی میشه که طالبان قدرت را در اختیار گرفتن و بر اوضاع کشور مسلط شدن، خب سیستم اقتصادی وجود ندارد، سیستم اقتصادی فرو پاشیده، سیستم سیاسی پاسخگو هم وجود ندارد. در چنین وضعیتی روز به روز مردم دچار فقر شدید غذایی هستند و می باشند. آمارها و تحقیقات نشان می دهد که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان دنبال یافتن یک وعده غذاست. و این هشدار این نهادها کاملا جدی است و کمک هایی هم که صورت میگیره، این کمک ها در بنمایندگی های نهادهای کمک کننده در افغانستان اکثرا تحت فشار طالبان در مسیر خواست طالبان به مصرف میرسه. یعنی کمک ها آنگونه که باید به مردم فقیر و نیازمند داده شود در خیلی از موارد این رقمی نمیشه، بلکه به مسیر خواست طالبان مصرف میشه و این روند روز به روز فقر غذایی را تشدید میکنه و وضعیت را از حالت بحران به حالت اضطرار سوق میدهد و این نگرانی جدی است. بله جناب آقای اکبری، با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و گرسنگی روزافزون در افغانستان، در صورت عدم توجه جامعه جهانی و کشورهای دخیل چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ در این خصوص ببینید، علاوه بر مشکل اقتصادی و فقر اقتصادی که در افغانستان الان وجود دارد، برخی حوادث طبیعی مثل زلزله‌ای که در غرب افغانستان در هرات، استان هرات اتفاق افتاد و هزاران خانواده بی سرپناه شدن و تمام شیرازه زندگی اقتصادیش از هم پاشید،
با همه ناملایمت ها اگر توجه جامعه جهانی به صورت جدی به این واقعه صورت نگیرد، پیامدهای بسیار ناگواری را ما در اثر فقر غذایی در افغانستان شاهد خواهیم بود. از جمله ما میتوان به این موارد نام برد. سوی تغذیه در کودکان خب سبب میشود که بعدا ما انسانهای مریض را در جامعه بیشتر داشته باشیم، که اکنون هم چنین است. خیلی از مثلا چه امراض موجود در افغانستان ناشی از سوی تغذیه است. دو، فشار روانی بر خانواده ها. خانواده هایی که مثلا به فکر سیر کردن شکم بچه های خودشان هستند، شدیداً تحت فشار روانی این مسئله قرار دارند. و همچنین فروش اجناس و فروش اعضای بدن اکنون در افغانستان، اجناس و مایحتاج اولیه زندگی و فروش اعضای بدن اکنون در افغانستان برای دریافت یک وعده غذا یا برای دریافت پول رایج است. و همچنین ما می توانیم یکی از پیامدها را گسترش فساد اخلاقی برای تامین مواد غذایی هم عنوان کنیم. خب جزئیاتش را باید در جای دیگر شرح داد. و مهمترین پیامدی که ما از آن احساس خطر می کنیم، ترویج رفتار خشن و افراطی توسط گروه های افراطی است که تلاش می کنند با تامین مواد غذایی افراد فقیر، جوانان یا مثلا کودکان افراد فقیر را تحت مدیریت گرفته و آنها را برای اهداف تروریستی و افراطی خودشان تربیت نمایند. مهمترین و خطرناکترین پیامدش این است که جامعه جهانی، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه متوجه این نکته باشند. متشکرم از توضیحاتتون. دکتر موسی اکبری، کارشناس مسائل سیاسی از بریکسن ایتالیا، با ما همراه بودند.